صحنه ها رو اون ببخشید سیبیل کلوفتا رو اومدم یاد یه سری فیلم های جنایی افتادم که دخترا رو میدزدن یه دخترا رو میدزدن یه برده اعضای بدنشون رو در میآوردم. بقیه شما بگو من چه حسی داشتم، اینقدر ترسیده بودم. سلام دوسته عزیزم، حال احوالتون چطوره؟ خوب و خوش و سلامت هستی؟ به کانال About Famous خیلی خوش اومدید. بچه ها میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم از اون خاطرات جنایی، از اون خاطراتی که اصلا یه داستان خفن که واقعا برای خودم اتفاق افتاده. بشین تا آخرش فقط گوش بده. ببین من چند سال پیش کار تئاتر بازی میکردم دیگه، تئاتر کودک، طنز، همه چی. بعد سر یکی از همین اجراهامون چند سال پیش یک ما اجرا داشتیم، یه دو شب مونده و اجرامون تموم بشه، یکی از دوستام که کارگردان تئاتر بود، یه پسری بود، به من زنگ زد گفت فاطمه ببین یه کاریه، یه فیلم سینماییه، یه کارگردان ارمنی داره میسازه تو ارمنستان، سه تا دختر ایرانیو میخواد که چیز کنن، مثلا انتخاب کنه که مثلا توی کارش بازی کنن. بعد گفتش که ما 5-6 دختر داریم میفرستیم، 5-6 تا، خب تو میخوای یکی از اینا باشی که بری تست بدی و اینا، اگه انتخاب بشی خیلی فیلم خوبیه، اگرم انتخاب بشی همونجور باهات قرارداد میبندن و میری مثلا برای بعد میای اینجا، بعد دوباره با هزینه خودشون برمیگردی اونجا، بعدش هم که بازی میکنی دیگه. گفت موقع الانم برای تست میخوای بری و بعدم میخوای بازی کنی تمام هزینه با خودشونه. هیچی، من گفتم اخ جون فلا اینو حتما میرم و آره جور کن و اینا. بعد ما دو شب مدو اجرامون تموم بشه از اون یه ما. بعد گفتش پس فردا صبح تو باید راه بیفتی با گروه بری. گفتم بابا من دو شب اجرا دارم، بذار اجرام تموم بشه بعد باشم. گفت نه پس نمیشه، کنسل و اینا میخوان همه هم فردا حرکت کنم برن و مثلا میگم گفت 5-6 نفره، 5 نفر بودم الان مثلا میشدم 6مین نفر، پس اینجوری نمیشه اینا. بعد گفتم باشه دیگه، گفتم وای چه، خودم خیلی ناراحت بودم، گفتم وای چه موقعیت خوبی از دست دادم، چه فرصت خوبی بود. بعد دیگه اونم گفت باشه پس کنسل، گفتم باشه. بعد دیگه من شب آخر اجرا بودم، دوباره این دوستم زنگ زد گفت ببین یکی از دخترایی که قرار بود دیروز بره، مام بزرگش یه اتفاقی براش افتاده، دختر نتونست بره و الانم میگه نمیرم و اینا، الان تو میخوای بری که مثلا من اوکی کنم فردا را بیفتی؟ من اجرام تمام شده بود دیگه، از خدا خواسته. گفتم آره تو رو خدا حتما اوکیش کن، من میرم و فلان و اینا. گفت باشه بهت خبر میدم. بعد دیگه مثلا یه یک ساعت بعدش زنگ زد گفت ببین اینا هر کاری کردن فردا نتونستن برای تو بلیت جور کنن برای ارمنستان، ولی یه برنامه‌ای دارن برات بلیت میگیرن، تو برو تبریز با هواپیما، بعد از تبریز بهت پول میدن با تاکسی برو مرز، مرز موضوع زنم چی چی، بعد از اونم اونجا بعد از مرزم یه نفر یه پسری میاد دنباله تو رو تا ایروان میبره. گفتم باشه. بعد گفت بازم بهت خبر میدم و اینا. بعد گفتم باشه. بعد زنگ زد گفت ببین الان یه بسته بعد گفتش که یه بسته امشب به دستت میرسه که توی این بسته بلیت هواپیمای تبریزه، یه 50,000 تومانی، خب برای چند سال پیش بود دیگه، تو که رسیدی فرودگاه یه دونه تاکسی بگیر برو تا مرز، همشون میبرن اونجا تاکسیا، این 50,000 تومان هم میدی، همه قیمتا رو هم میدونست که چه جوری و فلان اینا، این 50,000 تومان هم بده به اون راننده تاکسیه تو رو تا مرز ببره، راننده تاکسی خود فرودگاه مطمئنه. بعد دیگه بعد از اونم چیزه اونورم یکی میاد، یه 100 دلاری هم توی پاکت بود، از اونورم یکی میاد دنبال تو رو تا ایروان میبره، بعد اونجا 100 دلاری که رسیدی اونجا بهش 100 دلاری بده. بعد من ببین گفتم که ببین تو خیالت راحته اینا گروه مطمئنی هن، آدم مطمئنی هن؟ گو آره ببین کسی که واسطه شماست یه آدمیه که توی وزارت ارشاد هم کار میکنه و فلان و اینا، شمارش هم الان بهت میده، از فردا اون با تو تماس میگیره و هر یک ساعت با هماهنگ میکنه که مثلا تو کامل سالم به چیز مقصد برسی. و بعد این گفتم باشه. بعد دیگه شمارم فقط یه شماره ایرانسل بود، فکر کنم با اعتماد به یه شماره ایرانسل داشتم راه میافتادم برم این سفره که مثلا اینقدر هیجان داره و فلان و اینا. بعد ببین داشتم وسایل جمع میکردم و اینا، یه نمه ترسیدم، گفتم به خودم نه. بعد خواهرام هم هی بهم انرژی میدادن نه تو باید بری، تو پیشرفت میکنی، اگه انتخاب بشی کلی چیز تلاشات جواب داده، دنیای تو به هنره فلانه، ورود تو به دنیای هنره فلان و اینا. چی دیگه بچه ها؟ بعد دیگه من
با اعتماد نفس که خواهرام بهم دادن چمدون رو بستم و راهی شدم سمت رفتم تبریز. رسیدم بعد منم از هواپیما میترسم، ببین کل راه همش چی میگم وای این الان سقوط نکنه وای وای تا اینکه رفتم رسیدیم تبریز. بعد دیگه نزدیکای فکر کنم مثلا دیگه داشت ساعت 8 شب میشد، رسیدم تبریز دیدم اونجا راننده های تاکسی خود فرودگاه هستن و اینا. بعد باهاشون صحبت کردم، دقیقا همون 50 تومانی که اونا قیمت ها رو میدونستم، میگم همه قیمت ها رو کاملا میدونستم، دوباره تا مرز میبرم. بعد دیگه یارو مرد رفتیم دم همین مرز تا چیز مرز نوردوزه چی چیه، من برد اونجا و پیادم کرد. ببین همین که فکر کنم ببین اون 8 شب نبود، ساعت 9 و نیم شب من رسیدم تبریز که وقتی رسیدم مرز فکر کنم حدود نزدیک ساعت 11 شب بود. ببین مرز خلوت، یه سری آدمه ببخشید خیلی ببخشید چیز مثلا میگم سیبیل کلوم داشتن سیم کارت میفروختن، هیچ کس هم نبود. منم چمدونم کشیدم زمین و بعد رفتم چیز کردم اونجا، فکر کنم پولمو چنج کردم یادم نیست. بعد دیگه گفتم که آقا من کجا باید برم پاسپورتم چک کنم اینا، گفت اینجا پیاده برید اون قسمت نم اداریش فلان و اینا اونجا چک میکنن. بعد رفتم باورتون میشه ببین هیچ کس نبود، هیچ ماشین نبود، یک عالم ملخ بودن که همچون میپریدن بالا پایین. وای من یه طرفش هم مثلا تاریک تاریک، من تازه اون صحنه ها رو اون ببخشید سیبیل کلوپدار رو اونا دیدم، تازه یاد یه سری فیلم های جنایی افتادم که دخترها رو میدوزدن میبردن اعضای بدنشون رو در میوردن. فقط شما بگو من چه حسی داشتم، اینقدر ترسیده بودم. وای 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 خیلی سخته وای. فقط همش میگفتم خدایا به پدرم آدم رحم کن، اگه اینا آدم هایی بدی هست جور نشه من برم از مرز رد نشم به هم گیر بدن و فلان و اینا. همش اینا به خودم تکرار میکردم دیگه اصلا مغزم هنگ کرد و اینقدر ترسیده بودم. رفتم و اون ورسیدم به مرز ایران که داشتم رد می شدم دیدم چند تا از سربازا اینا نشستن. بعد یکشون هم کجا رفتش، من نشستم جای اون. بعد گفتم ببخشید میشه این چایی بخورم، بنده خدا یکشون ترسید گفت شما از کجا اومدی، گفتم من هیچی من دارم میرم اینجا بر شروع کنم برای اونم تعریف کردم برای یه فیلم برای انتخاب کردن اینا. بعد اون بنده خدا گفت مطمئنی آدمای مطمئنی هستن خیالت راحته، ببین اتفاقی بعد میفته. گفتم نه نه من خیالم راحته یه چیز دیگه، حالا اونا گفتن اگه خیالت راحته برو. رفتم و بعد اون برم رسیدم به خود مرز ارمنستان، یه خانمه بود بنده خدا خوابیده و درم زدم که اون دکه رو باز کنه و بیاد پاسپورتم رو چک کنه و که من رد بشم برم. اون شبم واقعا خیلی خلوت بود، خیلی کل اون راهی که من رفتم ملخ رو میپریدم بالا و پایین، فقط یه دونه اتوبوس اومد رد شد. بعد موبایلم زنگ خورد، خب فقط یه دونه اتوبوس اومد رفت و بعدش که چی دیگه میگم با ترس رد شدم رفتم مرز رو رد شدم رفتم، دیدم دو سه نفر وایستادن. فقط شما فکر کن دو سه نفر بیشتر نبودن، یعنی انقدر مسافر قرار بود کم بیاد که یکشون اسم منو روی پلاکارد نوشته و وایستاده بود. بعد رفتم باهاش صحبت کردم و گفتم سلام خوبی شما اینا مثلا. بعد اون حالا فکر کن اون زبان منو نمیفهمه، منم زبان اون نمیفهمم، بعد انگلیسی هم اصلا بلد نبود. بعد دیگه میگفتن اگه انگلیسی بلدی زبان باشه انگلیسی صحبت کنم. اون موقع هم کلاس زیاد اینا میرفتم جوگیر همش میخواستم با همه انگلیسی صحبت کنم. هیچی دیگه باش سوار شدم و باش هواپیما پرسی کردم که باشه دیگه سوار شو ما بریم سمت چیز ایروان، گفتم باشه. بعد توی راه هم رفتم جلو هم نشستم گفتم که میگم ترسیده بودم. بعد شروع کردم هی ببین با ایمو اشاره باش صحبت میکردم، اونم نمیفهمید میخندید مثلا یه جوابایی میداد، اصلا قاطی کردم میگم یس ایوت آره 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 همه رو با هم دیگه قاطی کرده بودم. بعد دیگه سوار شدیم و رفتیم سمت ایروان. ببین وسط راه که یه زبط تابستونم بود فکر کنم شهریور ماه بود، ولی سرد بود جاده سرد. بعد من میخواستم برم دستشویی بهش، حالا با ایما اشاره دوباره نشون دادن که من میخوام برم دستشویی فلان اینا، گفت باشه. یه جای بین راه نگه داشت که میخواستم برم دستشویی، دستشویش اصلا چراغ نداشت. بهش گفتم با من نمیتونم اینجا برم، نو 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 دبلیو سی مثلا فلان، اینجا چیه اینجا چراغ نداره نو لایت، اصلا مثلا این چیزا کرولارا بهش فهموندم با چراغ نداره من اینجا نمیتونم برم دستشویی.
حالا اونم به من یه جوری فهمون، اون به من نفهمون، یه مرد اونجا بود تو همون دستشویی کنارش یه دکه بود، یه مرد بود که یه ذره انگلیسی میتونست صحبت کنه. اون به من گفتش که اون یه ذره انگلیسی میتونه صحبت کنه، بهش گفتم خب من دستشویی اینو، بعد گفتش که این داره میگه، این راننده داره میگه توی وسط راه یه جایی از راه یکی از دوستای من هتل داره، دوست داری بیا بریم هتل اون، مثلا اونجا بری دستشویی و اینا، خیلی تمیز چراغم داره. منم فکر کردم میگه مثلا تو راهمونه دیگه، گفتم آره خیلی خوبه، یس. بعد دیگه گفتش باشه، پس به اونم گفت باشه برو سمت هتل این میخواد بره دستشویی. نکو این وسط راه رو یه میانبر بوده، اصلا بعد از یه جاده دیگه میرفته، یعنی جاده جدا میشد از جاده اصلی. منم نمیدونستم دیگه، تاریک هم بود، همش فکر میکردم اصلا تو جاده اصلی هستیم، تا اون موقع هم اصلا نرفته بودم ارمنستان، فکر کردم تو جاده اصلیم و الان میریم میرسیم وسط راهمون رو، میریم هتل میرسیم، بعدش هم راه خودمون رو میریم. این آقا هم که توی وزارت ارشاد کار میکرد، قرار بود من باهاش هماهنگ کنم، اینا هر یک ساعت زنگ میزد به من، چک میکرد که کجایی چی کار میکنی. اون بنده خودم خودش میترسید که اتفاقی نیفته. بعدش هم به منم گفت از مرز رد شدی لطفا گوشی تو خاموش نکن که با هم در ارتباط باشیم، سیم کارت تو مثلا در حالت پرواز اینام نذار. گفتم باشه. بعد دیگه رفتیم و هتل رسیدیم و دوستش هم یه پسر جوان بود، خیلی مؤدب بود، با دوستش نشسته بودن، داشتن اون دوستش که رئیس صاحب هتل بود با دوستش نشسته و تو هتل داشت صحبت میکرد که ما هم رسیدیم. دیگه گفت میتونی اینجا بری دستشویی و از دستشویی استفاده کنی. هتلش هم یه هتل آپارتمان خیلی کوچیک بود، از توی جنگل هم رد میشدیم، مثل این فیلم ترسناک ها جنگل رد میشدیم بعد میرسیم به هتلمون. بعد من رفتم دستشویی نشستم، بعد دوستش انگلیسی کامل صحبت کرد، با هم دیگه انگلیسی صحبت کردیم و بعد گفتش که دوست داری یه قهوه بخوری بعدم بری؟ گفتم آره خیلی دوست دارم. و بعد نشستیم، حالا منم قهوه نمیخورم و نمیم چون اون شب به اون گفتم آره دوستم قهوه بخورم. بعد نشست صحبت کردیم و بعد برگشت که من خیلی از دختر ایرانی خوشم میاد، دختر ایرانی خوشگلم فلانم بیسارم، از هی از من تعریف کرد، منم جبگی شدم، گفتم قربونی شد دست شما درد نکنه، تنکیو. بعد یه دفعه همون آقایی که چیز بودش مال وزارت ارشادیه بود، حالا اسمش هم نمیخوام بگم، آقای میم نامی زنگ زد به من، زنگ زد مثل که مال نتونست من بگیره، بعد به این ران تاکسی زنگ زد، شماره اونم داشت، زنگ زد گفت شما کجایی اینو. بعد اونم توضیح داده بود که این خانم میخواست بره دستشویی، دستشویی چراغ نداشت، من بهش گفتم که بیا بریم به هتل دوستم اونجا برو دستشویی. بعد اون بهش گفت هتل دوست کجا، گفت ما از جاده اومدیم بیرون توی یه راه دیگه داریم اومدیم، از جاده خارج شدیم از یه راه فرعی، من اینو رسونم به هتل دوستم. بعد یورو قاطی کرده بود آقای میمو، کلی جیغداد کرد تو بیخود کردی، تو بعد سری اونو ببری برسونی اونجا، بچا منتظرن و چیز اینا، تو اشتباه کردی. بعد گوشی من گرفتم کلی هم با من دعوا کرد، یعنی چی خانم شما قبول کردی؟ گفتم با من دستشویی داشتم. گفت میدونی شما از جاده اصلی دور شدی، اگه یه اتفاقی برات بیفته و فلان اینا مسئولیتت با منه، سری پاشید برید. دیگه ما هم پاشادیم قهوه رو ول کردیم نصفه، پاشادیم رفتیم توی جاده. این بیچاره هم انقدر ترسیده، اون آقای میم باش دعوا کرده بود که حسابی همش میگه خدا کنه سری برسیم و اینا. هیچی، ما نزدیکای صبح رسیدیم ایروان و بعد دیگه من این 100 دلاری رو بعد این بهم گفت شما باید بین توی خونه، یه جاره بهم نشون داد، یه حالت چیز بود، خوابگاه دانشجویی بود، گفت شما باید بری اینجا منتظرت هستن. من گفتم اه منتظرم هستن یعنی چی این وقت صبح؟ نزدیکای صبح رسیدیم. بعد دیگه این خود چیز بنده خدا داشت چشماش دیگه، آها، بعد وسط راه هم بجز اون آقای میم یه نفر دیگه مثلا از نزدیکایی که به ایروان برسین، یه آقای دیگه هم به من زنگ میزد که تو همون خونه دانشجوییه، خوابگاه دانشجوییه، منتظر من بود. بعد من به زنگ زدم گفتم من الان رسیدم پایینم. گفت باشه در باز میکنم بیا ببین. زنگو زد که من برم بالا، یه خونه تاریک، راه روش تاریک قدیمی، اصلا گفتم وای خدایا همه الان میتونم در باز کنم فرار کنم، اینجا کجاست، نکنه اتفاقی برام بیفته. همش یعنی از اول راه به جز اینکه تو اون هتل بودیم بقیه راه همش به فکر میکنم نکنه اینو بخوام منو بدزدن، اون یکی دخترها رفتن بلا سرشون آوردن و اینا اعضای بدنشون رو جدا کردن،
همش فیلم یاده فیلم تیکه میافتادم، دخترا رو میدزدیدن و اینا، اینا اعضای بدنشون رو جدا که حالا نوبت منه، هی میگفتم خدایا به تو میسپارم اگه قرار اتفاقی بیفته همینجا من از پله برگردم. دوباره میرفتم یه پله بالا، یه پله بالا، میگم تاریکم بود، بیدم یه بالای را پله یه آقای صدا میکرد گفتش که خانم موسوی بیا اینجا. رفتم و بعد یه راهروی باز شد و دیدم دو تا آقا پسری نشستن و بعد برگشتن گفتن که شما بعد یک ساعت و نیم پیش میرسیدی. ما هیچی نگفتن شما بعد یک ساعت و نیم پیش میرسیدید و یه امشب بار خیلی اذیت کردین. گفتم ببخشید من خواستم دستشوی اذیت کردین چی و اینا. اونا طلبکار بودن، منم گفتم بذار طلبکار باشم، منم خسته بودم خوابم میومد، کل راهم که ترسیده بودم وحشتناک. هیچی گفت ببین حالا این پسری که خودش مسئول این بود که من اونجا برسم به من اتاق بده و بعد بره بخوابه، اون یکی هم نشست و میدونی من چی گفت؟ گفت من فقط نشستم ببینم این دختری که اینقدر جسارت داره اینقدر شجاعی کیه که قبول کرده با این وضعیت بیاد. اون وقت به من گفت شجاع. گفت ببین واقعا ریسکی اومدی، مثلا یکی بیاد بگه اینجوری بیا اول سوار هواپیما بشو بعد اونجا برو مرز، یکی میاد دنبالت، هر کسی قبول نمیکنه. گفتم انقدر ترسیده بودم، حالا شما آدمای خوبی هستین. گفت نه خیالت راحت باشه، ما از طرف وزارت ارشاد یه گروه هستیم اینجا هستیم و اینجا هم یه خونه دانشجوییه، بچهای دیگه هم خوابیدن اونا که دیروز اومدن، بعد دیگه اینا خوابیدن و بعد شما من یه اتاق بهتون میدیم، برو استراحت کن، از داخلم در اتاق تایی خواستی قفل کن استراحت کن، فردا دیگه برنامه‌مون شروع میشه میریم برای تست و اینجور مسائل. گفتم باشه. بعد دیگه خیالم راحت شد وقتی دیدم مثلا اینا اینجوری صحبت کردن، بعد یکی از دخترام داشتم با اینا صحبت میکردن گفت وای چقدر سر و صدا میکنی، از اتاقش اومد بیرون، دیگه خیالم راحت شد هستم. مثل که یه 15 تا اتاق بود چیز خوابگاه دانشجویی بود، همچین چیزی احساس کردم. بقیه بچه‌ام داشتن استراحت میکردن دیگه، من فکر کنم نزدیکای 7 8 صبح خوابیدم، ساعت 10 و نیم 11 با صدای شلوغی و فلان و اینا بیدار شدم دیگه. همه اومدن گفتن خوشو معرفی کردن، گفتن بعد گفتن که ما گفتیم این دختره نمیاد، بقیه دختره گفتن ما این دختره با این وضعیتی که میخوام بیارنش نمیاد، این بهشون میگه نه نمیام فلان و اینا. گفتم نه دیگه اومدم، من تو زندگی مثلا ریسک نمی کنم، ولی بود اول ریسک کردم رفتم. رفتیم و آقا با این بچه چقدر بچه های خوبی بودن، گروه و همون دخترها یا پسرها اینا، بلند شدیم رفتیم جای مختلف و گشتیم حسابی خوش گذروندیم، منم که دیگه اون ترسه ازم رفته بود خیالم راحت شد. بعد دیگه رفتیم تستم دادیم، آقا فکر کنم من با اون وضعیت راه افتادم، انقدر ترسیدم اون شب وحشتناک، اون خاطرات فلان و اون اتفاقات و اینا، رسیدم اونجا رفتیم تست دادیم، بعد سه تا از ما رو انتخاب کردن که ما بریم بازی کنیم برای اون فیلمه، انتخاب کردن. بعد این آقایی که تو وزارت ارشاد بود به من زنگ زد گفت شما هم انتخاب شدید و اونجا چیزه شما فقط اینو بهم گفته شما قرارداد نبندید، چون قرارداد ما باید خودمون ببندیم و بعد چیزه همه کارا رو ما اوکی میکنیم، پولا رو هم اگه قرار باشه پول بدن ما به شما میدیم و شما ولی قرارداد نبندیم، همه چی بسپارید به ما. منم اعتماد کردم دیگه، میگم آدم بدی نبودن ولی سر این قرارداد اذیتون کردن. فکر ما رفتیم انتخاب شدیم همه چی و فلان اینا، تازه اینم بگم و روز اول که ما رسیدیم کارگردان با دستیارش افتادن گرجستان، روز اول دوم و دو روز توی خود همون ایروان چرخیدیم و با بچه ها این برانور رفتیم و ببینم بهتون بگم یه شب رفتیم چی سینما نه بودی، بچه ها گفتن نمیترسید که بریم سینما نه بودی، من گفتم من اصلا نمیترسم، خودم و جلوی اونو شجاع نشون داده بودم با اون وضعی که خودم رسوندم به ارمنستان. از اول تا آخری داخلی که رفتیم داخل سینما من چشام بسته بودم، یه لحظه چشام باز کردم دیدم یکی با نیزه داره میاد سمتم، سریع چشام بستم، یعنی از اول تا آخرش اونجوری بود، دختر شجاع گروه این بود. بعد دیگه اونا اومدن میگم تست گرفتن و منو دو نفر دیگر رو انتخاب کردن، بعد این آقا هم گفت قرارداد نبندی اینا. بعد دیگه بعد قرار شد ما برگردیم ایران، این دستیار کارگردانش که یه پسر ارمنی بود قرار بود اون خبر بده که چیکار کنیم و کی بریم برای مثلا قرارداد که با همین گروه باشیم هماهنگ باشیم بریم و بعد کی هم بریم برای بازی.
بعد دیگه یه ماه اینا گذشت از خبری نشد، گفتم وا اینا الکی هزینه کردن ما رو بردن اونجا اینا. بعد من خودم تماس گرفتم با این دستیار کارگردانه، گفت ببین اینا شما رو فرستاده بودن اینجا برای این فیلم بازی کنید خب، ولی اینا یه دلالی داشتن که واسطه بود اون هزینه های شما رو داده بود تا اینجا اومده بودین که تست بدین و اینا، قرار بود که این ما قرار بود با شما قرارداد ببندیم پولش هم دلاری بهتون پرداخت میکردیم، ولی این واسطه گفته بود که من اجازه نمیدم اینا بیام فقط به شرط این که من چیز کنم اینا هم نمیام بدون که من بهشون بگم، به شرط این که شما با من قرارداد ببندید من پولا رو میگیرم خودم بهشون میدم. ببین قرار بود اون موقع نفری 1500 دلار به ما بدن که این پسر که بعد زنگ زدم به این آقای گفتم که آقای فلانی چرا اینجوری و اینا، بعد نگو به خدا منم ناراحتم این چیزه دلال بود این وسط شما رو فرستاده بود، ولی من می‌خواستم به شما زنگ بزنم بگم حالا شما بیاید با هزینه خودتون برسون ارمنستان برید بازی کنی، ولی این گفته نه من اصلا نمی‌ذارم پایینو به اونجا برسه، اینا بعد اجازه بدم بیاین قرارداد اونا ببندن پولشون رو بدم به من 1500 دلار بگیرم 100 دلار نفری به اینا بدم. بعد اونجا اون کارگردان ارمنیه گفت من به هیچ عنوان قبول نمی‌کنم با تو قرارداد ببندم، اگه میان اگه میشه من فقط با همین دخترها قرارداد می‌بندم پولم به خودشون میدم، که این انقدر سنگ دونده بودم حالا تو وزارت ارشاد دلال چی کاره بود و فلان اینا انقدر سنگ دونده که اینا گفتن که نه ولش کن ما نمیفرستیم اگه شرط اونا اینه که فقط با خودشون قرارداد ببندن هیچی دیگه، فکر کنم ما رو نفرستادن. این همه بدبختی رو خودمون رفتیم اونجا، سه نفر دیگه از دخترایی که مثل که خودشون تو ارمنستان درس میخوندن اینا اونا رو انتخاب کردن دیگه، ولی خب برای ما اشکال از یه سفر مجانی همراه با ترس و هیجان بود، ولی خب نتونستیم بازی کنیم در نهایت هم دیگه. بعدم فیلم رو مثل که ساخته بودم فیلم رفته بود کلی جشنواره خارجی جایزه گرفته بود و اینجوری. خب امیدوارم که از داستان من خوشتون اومده باشه، خودم که اینو این یه داستان هیجانی خیلی خوبه برای تو زندگی، برای هر تعریف کنم همه دوستان تو آخرش گوش بدن. حالا تا خاطرات و داستانهای بعدی زندگی من خداحافظ.